قانون طراحی زندگی و معجزه ذهن. دکتر پروین نظامی فوق دکترا در روانشناسی بالینی تقدیم می‌کند. نویسنده و منتشر کننده کتاب‌های رمز موفقیت و ذهن خلاق و جادوی باور. دکتر پروین نظامی عضو انجمن روانشناسان آمریکا APA و عضو انجمن روانشناسان ایرانی آمریکا IPAA با سالها تجربه. دکتر پروین نظامی پذیرای تلفنی و اسکای می باشد. تلفن تماس 310-402-4946 310-402-4946. با سلام و درود مجدد، هر هفته در این ساعت در خدمت شما هستم و خیلی خوشحالم که میتونم لااقل این ارتباط رو با شما برقرار کنم و از لطف و محبت همیشگی و پایدار شما برخوردار بشم. با نام و یاد خداوند جان و خرد برنامه رو شروع میکنم و خیلی از همه تون باز دوباره میخوام تشکر بکنم برای لطفی که دارین، مراهمی که دارین و اون احساسات خالصتون رو ابراز میکنین در اینکه چقدر از برنامه های من شما استفاده کردین و تغییر پیدا کردین. من از اول برنامه ازتون خواهش میکنم اگر سوالی دارین لطفا مطرح کنین، نذارین آخر برنامه که بعد اون هفته یه آقای اومدن روی خط و گفتن که شما چرا، یعنی خودم صحبت میکنم و کسی زنگ نزده یا جواب تلفن ها رو نمیدیم. نه، میدیم، مرتب تلفنم به هر حال زنگ میخوره ولی شاید یه موقعی ارتباط خرابه تا میان مثلا نگه دارن گوشی رو تا ما برداریم قطع میشه. ولی اگه دوست دارین سوالاتتون رو مطرح کنین. من این بار این هفته میخوام در مورد نقش خانواده، یعنی پدر و مادر در تربیت فرزندان، یعنی ما چه نقشی داریم، چطوری میتونیم والدین خوبی باشیم تا بتونیم فرزندانی که در حقیقت تربیت میکنیم هم برای خودشون مفید باشن و هم برای جامعه و هم که رضایت از خودشون داشته باشن و هم رضایت از نقشی که در جامعه دارن. تمام اینا خیلی خیلی مهمه، یعنی ما نقش والدین رو کمرنگ احساس نکنیم، احساس نکنیم که این نقش خیلی اونقدر تأثیر چندانی نداره. نقش خیلی 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 تأثیرپذیریه، نقش والدین در تربیت فرزندان، و اینو باید آگاه باشیم. ما به عنوان پدر و مادر مسئولانه بیایم و این نقش رو ایفا بکنیم. من حالا آثار جانبی که رفتارهای ناخوشایند والدین بر فرزندان داره و همینطور نقش گزنده و خراش‌آور، طوری که ما آینده فرزندانمون رو با این نقش های متفاوت که الان من براتون صحبت میکنم ایفا میکنیم به عنوان والدین، ببینید که هر کدومش چقدر میتونه در زندگی آینده فرزندان ما تأثیر گذار باشه و ما آینده اونها رو بیایم و به این طریق ضایع بکنیم. اجازه نداریم این کار رو بکنیم. به هر حال به قول بعضی میگن خب فرزند ما ناخواسته دنیا اومده، یعنی انتخاب من مادر یا من پدر بوده و ما انتخاب کردیم که فرزندمون رو فرزندی به دنیا بیاریم. قبل از اینکه فرزند به دنیا بیاد اول یاد بگیریم پدری و مادری کردن رو، نقشی که پدر مادر میتونن در زندگی فرزندانشون ایفا کنن و چطوری میتونن اونها رو به طور درست و صحیحی
پرورش بدن. مطابق بررسی ها و تحقیقاتی که دانشگاهی مختلف در مورد انواع والدین کردن، یعنی نقش انواع مختلف والدین رو بررسی کردم، والدینی که مستبد هستن، کسی که والدینی که مستبد هستن بهشون میگن اتوریتریان، یعنی این افراد بسیار سختگیر هستن، این پدر مادرها، و از فرزندانشون انتظارات زیادی دارن، دوست دارن فرزندانشون مطابق خواست و میل اونا، به قول معروف میگن تا به اون نعل به نعل، همه خواسته های اونا و یا انتظاراتی که اونا دارن بچه ها برآورده بکنن. حالا میتونه از کودکی باشه، من یه خانمی که یه بچه مثلا 6-7 ساله داشت مراجعه کننده بود، میگفت خانم دکتر من اصلا باورم نمیشه که این بچه، بهش میگم اون کارو بکن، اون کارو نکن، اینجا نرو، اونجا نرو، دست به این چیز نزن، اصلا گوش نمیده به حرف من. من باورم نمیشد که مگه میشه بچه من از من اطاعت نکنه. من نمیدونم مگه شما پدر مادر رو فکر کنید خدا هستین و اون دستورتون حکم صادر میشه از آسمان، حکم آسمانیه که اون بچه باید رفتار کنه. اینو یادتون باشه، بچه من طوری رفتار میکنی که من باهاش رفتار کردم، طوری پاسخ میده که من باهاش اونجوری پاسخ دادم، یعنی من به رفتارای اون یا سوالای اون اونطوری پاسخ دادم. وقتی با خشونت، با پرخاشگری، با امر و نهی، بکن نکن، اگر نکنی مثلا این تنبیه رو داری، تمام مدت داریم بچه رو تهدید میکنی و فکر میکنی خیلی نقش خوبی رو داریم، پدر مادر جدی هستین و در این رابطه بسیار کارتون درسته، بدون اینکه یک ذره از پدری و مادری کردن اصلا آگاه باشین، تمام خشم و پرخاش های درونی خودتون و اون کمبوت هایی که حالا در این رابطه از طریق خانواده و اجتماع و حالا به هر حال تمام چیزهایی که باعث میشه که ما یک شخصیتی رو به عنوان آدم پرخاشگر، آدم دیمندینگ، آدمی که همش میخواد که دیگران به میل اون رفتار کنن، تمام اینا اشکاله. حالا ما خودمون تمام این اشکالات رو میاییم و پرتاب میکنیم سر بچه‌مون. این افرادی که پدر مادرهایی که مستبد هستن، یعنی میدونین دیگه وقتی میگین یک استبداد، یعنی که آنچه که من میگم درسته و انجام باید بشه، در مقابل هیچ گونه مسئولیت پذیری اون والدین بسیار کمه، خودشون مسئولیت قبول نمی کنن که چجوری برخورد بکنن، چجوری توجه بکنن به رفتارشون، فقط درخواست چی دارن؟ درخواست این دارن که مرتب از بچه هاشون ایراد بگیرن، انتقاد کنن و با پرخاش از اونها یک امر و نهی رو، یعنی یه دستوراتی رو بدن، امر و نهی بکنن و منتظر اون رفتارا باشن. اینطور پدر مادرها وقتی که واقعا برخورد میکنیم، میبینیم که اینا خیلی خیلی بچه هایی که به وجود میان، به خاطر اینکه تحمیلی که میشه به این بچه ها، بر مبنای تحمیلی که به این فرزند میشه و ما با اصرار و تنبیه میخوایم، اون رو فکر میکنیم که تربیت درستی داریم میکنیم، از همون کودکی میخوایم اونو با امر و نهی های خودمون تطبیقش بدیم. حالا اگر نمیکنه، ببینید یه تحقیقات روانشناسی کلا نشون داده که اگر پدر مادر فرد تنبیه کننده ای باشه و با دلایل واهی به خاطر چیزهای خیلی کوچیک بخواد تنبیه کنه بچه رو، حالا میتونه تنبیه بدنی باشه یا محرومیت، یا بستگی داره به اینکه چه نوعی رو برخورد میکنم، ولی هم خشونتی که تنبیه بدنی بهش میگن به هیچ وجه کارایی نداره. تحقیقات نشون دادی که
اون بچه یا اون فرد در مقابل تنبیه کننده ممکن اون رفتار رو دیگه نشون نده، ولی میره جایی که اون والد یا اون کسی که تنبیه کننده بوده حضور نداره، اون کار رو انجام میده. بنابراین نشون میده که تنبیه اون کار نادرست رو کم نمی کنه و از بین نمی بره، بلکه چیکار میکنه؟ اونو یه سرپوش میذاره روش و میدونه اون بچه ها خیلی هم باهوش هستن، از همون کوچیکی از سن 3-4-5 یاد میگیرن در مقابل اون فرد اون کار انجام ندن ولی در خفا انجام میدن. تنبیه بدنی کلن منسوخه و اینا بسیار بسیار بدآموزیه که یه سری فیلم ها، حالا من یه سری چیزایی رو که مطالعه میکنم و دیدم که چجوری مخصوصا این فیلم های ترکی که خیلی خیلی بدآموزی داره، بچه های بزرگ سالشون رو میگیرن میزنن، تنبیه میکنن، حرفای بسیار رکیک بهشون میزنن، اینا واقعا گزنده است، بسیار بدآموزی داره و پدر مادر فکر میکنن، مخصوصا پدرها اینجا نقشی که برتری رو نشون میدن دارن و فکر میکنن الگو بخوان بشن برای مثلا جامعه ما و بدونن که خب میتونیم، ما اجازه داریم بچه منه. نه، بچه شما برای خودش شخصیت داره، منش داره، ریسپکت لازم داره، احترام داره، ما نمیتونیم تخریبش بکنیم. وقتی میکنیم میره، حالا به سر باشه دختر باشه فرق نمیکنه، به مواد مخدر، به کارهای ناشایست رو میکنه و اون مخصوصا تو سن بلوغ فکر میکنه که داره با این طریق از شما داره انتقام میگیره، چون این آگاهی رو نداره که اگر داره این کاری گزنده رو میکنه، تنها کسی که اولین یعنی دودش اول تو چشم خودش میده، پدر مادر فقط ناراحت میشن و مشکل براشون به وجود میاد. من یه تقطع بگیرم. درود بر شما، بفرمایید. سلام، با تشکر از برنامه‌های خیلی خوبتون، ما خیلی استفاده می‌کنیم، خیلی برنامه‌تون خوبه. فقط من یه سوال داشتم در مورد اینکه چه کار باید بکنیم وقتی که مثلا در گاراژ می‌بندم میرم مثلا کلی رو برداشت می‌نم، من بستم دوباره برمی‌گردم گاز و همینجا، این چه چیزی باید میشه که آدم رو جوری فکر بکنه؟ خب حالا غیر از اون گاز و در گاراژ دیگه چه جوری؟ اینا رو بهش میگن ابسسیو یا ابسشن، وسواس فکری و عملی. تو فکرتون میاد که من در رو نبستم، اینقدر این فکر شما رو وسوسه میکنه، باورتون میشه که نبستین، میاین میبینین بستین، یا زیر گاز خاموش نکردین باور میکنین، اینقدر این تو ذهن شما اون فشار رو به وجود میاره و عادتهای اینو بهش میگم وسواسی، افکار وسواسی که پشت سر این وسواس فکری وسواس عملی هم به وجود میاد، یعنی میگه obsessive compulsive disorder، این فکر شما رو وادار میکنه میرین اونجا. ولی وسواس عملی البته ممکنه بعضی فقط وسواس فکری داشته باشن، ولی بعضی وسواس عملی دارن، یعنی میخوان دستشون رو هزار دفعه بشورن یا فکر کنن الان اینجا کثیفه، هی بیان پاکش کنن، باز بگن نه تمیز نشد، باز بله درمان داره وسواس. هم ببینین یک زمینه، یه پیش زمینه ارثی داره که اگر خیلی وسواس شدید باشه که تمام مدت اون فرد رو وادار میکنه که اولا کند میشه تو حرکاتش. حالا شما در ارتباط با زندگیتون آیا مثلا این کندی رو دارین؟ یعنی میخوان یه جایی حاضر بشین برین با تحقیر؟ خیلی این درست وسواس فکری یکی از چیزاش، یکی از علائمش اینه که اصلا کند میشه، به خاطر اینکه انقدر گیر اون افکار میفته اصلا یادش میره حالا الان مثلا قرار بود بره حاضر شه، الان بره مثلا دوش بگیره، آماده کنه خودشو برای حالا جایی که بعد بره مهمونی. من یه مریضی داشتم که خانمه واقعا آدمای تحصیل کرده و همسرش
یه اون آقایی که همسر ایشون بود میگفت، خانمه میگفت من بهش میگم مثلا 8:30 باید جایی باشیم، اصلا این ناخودآگاه اینقدر دور خودش میگرده 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 تا مثلا یه دفعه 8 رو میره دوش بگیره، یه نیم ساعت طول میده تا بیا. یعنی دست خود اون آدم نیست، اینقدر اون فکر اینو اسیر خودش میکنه. شما دیگه چه غیر از این که حالا هم دیر میایین و آماده میشین یا با تأخیر این کارو میکنین دیگه چه مسئله ای دارین؟ مسکه تلفن قطع شد. ببینین، وسواس فکری و وسواس عملی هر دوتاش احتمال اینکه زمینه ارثیشون وجود داشته باشه زیاده. یه مقدارم یادگیری هست، یعنی فرزندی که مادر وسواسی داره، اصلا مادر خیلی مهمه چون بیشتر بچه در طول شبانه روز با مادر در ارتباطه، احتمال اینکه اون یادگیری باشه و ما حتی ترس رو میتونیم توی بچه خودمون به وجود بیاریم. یه مثالی بود که من خودم شاهدش بودم که بچه چند تا از این حلزونا رو توی باغ جمع کرده بود، روی لباسش گذاشته بود و اصلا خیلی با خیلی راحت اومده بود. وقتی که اومد مادرش، من یعنی شاهد بودم، ما یک سفری با دوستامون رفته بودیم، مادر که فریاد زد و جیغ زد که اینا چیه و اینا، این بچه اصلا ترسید، همه بلوزش رو در آورد پرت کرد و دیگه هم به سمت اون نرفت، به خاطر اینکه با فریادی که مادر زد بچه که از اون حلزون نمیترسید، فکر کرده بود مثل گلسینه دستش گذاشته بود روی لباسش. ولی وقتی که ریسپاند مادر رو میبینه، مادری که فریاد میزنه خطر رو احساس میکنه و فکر میکنه پس این چیز خطرناکیه که مادر من این عکس العمل نشون داد. ما ترس را از این قبیل تو بچه‌هامون شرطی میکنیم، مثلا از سوسک نمیترسه بچه، مادری که سوسک رو میبینه میره بالای میز داد میزنه، دیگه بعد از اون بچه هم از سوسک میترسه. یعنی ببینیم ما با رفتارهای اشکالدارمون بچه‌هامون هم اسیر میکنیم متعاقبا. بفرمایید، خواهش میکنم. سلام خانم دکتر، حالتون خوبه؟ سلام عزیزم، خیلی ممنون برای برنامه عالیتون، واقعا ما خیلی لذت میبریم. قربون شما. میخواستم یه سوال دارم ازتون. من خودم شخصا توافق میترسم و راههای مثلا کوتاه رو خیلی بیشتر چیز میشم، میخوام یعنی میترسم راههای کوتاه رو بیشتر میترسیم، پروازهای بله، کوتاه. بله بله، مثلا اگه هوای بزرگ باشه جامبو جت ها اینا اوکی هم. فقط این راههای کوتاه رو. حالا شما میخوام بیرم، من نمیدونم میتونیم به معلوم بگین یا من باید چند جلسه بیام چیکار باید بکنم؟ بله بایستی. ببینین اینا، من کسی که حتی از پرواز، از محیط بسته، از نمیدونم آسانسور، از ساختمونایی که مثلا طبقه بالا پنجره ها باز نمیشد، از اینا اشکال داشتم. وقتی من باشون کار کردم، واقعا میخواست خانم مسافرتی بکنه و بره از اینجا مثلا بره اسرائیل، خیلی فاصله اش هم دور بود و حاضر نبود با اینکه مجبور بود بره. بله. ولی وقتی که باش کار شد اصلا باور نمی کرد که اینقدر ریلکس بتونه بره مسافرت و برگرده و این سفر رو بدون استرس، در صورتی که تنش می لرزید از حتی آسانسور، از محیط بسته. ولی من اینو، ما این افکاری که هستش که ما تو ذهنمون با اون ترس ها همراه شده و این اشکال رو برای ما به وجود آورده. چون این تکانش که میخوره، وقتی حبا تکان میخوره من خیلی حال عمل میخوره. خب همه از اون تکانه. ببینید خود منم توی هواپیما وقتی اون تکانای اونجوری میخوره یه جوری میدونین استیبل نیست دیگه. میگن رو زمین تصادفات ماشین که اتفاق میفته و مرگ و میر که توسط اتومبیل ها به وجود میاد خیلی خیلی بیشتر
هزاران برابر سانه های هوایی که به ندرته، ولی همه از پرواز میترسن. چطوریه؟ به خاطر اینکه ما آدما زیر پامون که سفته میگیم خب بالا این مطمئنه، ولی وقتی یه دفعه یه جایی اون بالا بالاها این هواپیما یه حالت مثلا میفته تو چاه هوایی، این ریاکشن همه انسان هاست به طور کلی تو اون حالت تکونایی که میخوره همه اون ترس رو احساس میکنن. ولی اینکه شما با خودتون کار کردین تو ذهنتون و الان تعیین کردین، ببین شما گفتار ما، کلام ما، اقتدار ماست. ما با کلاممون جهانمون رو میسازیم، با اون تفکر اول میاد، ببینید اول فکر میاد، بعد فکر رو که به زبان میاریم و تکرار میکنیم اون میشه ملکه ذهن ما. ما فکر میکنیم که بله این حکم صادر شده، من وقتی که بخوام توی هواپیمای بزرگ بشینم احساس آرامش بیشتری میکنم و فکر میکنم سیفه، و تو هواپیمای کوچک اینو با خودمون متلقین میکنیم و میتونم حالا اینا رو بهش میگم وسواس هایی که از این طریق به وجود میاد و ترس های بیمارگونه. اگر شما کجا هستین؟ از کجا زنگ میزن؟ من لس‌آنجلس هستم. میتونن لس آنجلس با من تماس بگیریم، با یه چند جلسه ما باید ببینیم ریشش چیه و من با تون کار میکنم. میتونیم با من نمیدونم میتونم سوال کنم یا نه بیمه شما قبول میکنیم؟ نه متاسفانه من با بیمه کار نمیکنم. قبلا میکردم، خیلی اشکال به وجود اومد، زیاد درگیر بیمه، ولی به خاطر اینکه من با توجه به بودجه آدم ها، چون اصولا من نه آدم مادی هستم نه آدم گریدی هستم، نه برای پول دارم به شما خدمت میکنم، never ever حس این که پول اینجا هیچی نیست از نظر من اصلا. نمیتونین شما اگر لطف کنین زنگ بزنین من با تو صحبت میکنم و با هاتون در این مورد برنامه رو با هم دیگه میتونیم با هم هماهنگ بکنیم. اصلا از هیچی نترسید. من آدمی هستم که همم میدونم که اصلا نه اصلا از پروسه هایتون کاملا مشخصه. ما همه انقدر شما رو دوست داریم، خودم دوست دارم، مادرم همیشه نگاه میگم چون شما خیلی واردین به همه چیز. واقعا ممنونم ازتون، قربونتون برم، ازتون تشکر کنم. ولی شما به خیلی ها کمک کردید. خواهش میکنم. من در خدمتم، یعنی در خدمت همه فارسی زبانان، حالا نگم ایرونی ها، یه دفعه بگم کسایی که فارسی زبانان برخورد کنه، من در خدمتشون هستم. دانش و آگاهیمو میخوام به شما هدیه میکنم که ازش هم نتیجه بگیرین. هیچ گونه خصتی هم برای در میون گذاشتن این آگاهی ها ندارم که بگم نه من باید بیان حتما با من توی تراپی. من باشون دوست دارم آنچه را که برای شما لازمه و برای خوشحالی و خوشبختیتون و آرامش اول از همه مهمه، اونو یاد بگیرین و کلیدشو با هاتون دارم صحبت میکنم. همیشه کلیدهای راهیابی به آرامش ذهن و رسیدن به خواسته ها، یعنی آنچه که دوست داری برایت اتفاق بیفته و میفته. و من با همه کسی که کار کردم میگن خانم دکتر معجزه شد. منی که دیپرس بودم، همش فکر خودکشی بودم، الان اصلا احساس میکنم چقدر حالم خوبه و چقدر اصلا نسبت به زندگی انگیزه پیدا کردم. ببینید اینا مهمه، اینا خدمته. من خیلی برنامه شما رو نگاه کردم، میدونم you're great، اصلا عالی هستی شما. مرسی، قربون شما. همین محبت های شماست که مشوق منه. منم فقط همینو میخوام که در خدمت بودن منو و اینکه کمک کننده بوده، این خیلی برای من قابل ارزشه. اتفاقا یک خانومی همین هفته چند روز پیش به من زنگ زدن، گریه میکردن، گفتن من خیلی حالم بده و میخوام خودکشی بکنم. من همون مشاوره‌ای که گفتم 20 دقیقه برای همه ایرانی‌های و همه فارسی زبانان جهان، همه جای جهان، مهم نیست کجا، 20 دقیقه مشاوره میدم و ایشون گفتم بله من در خدمتم. وقتی من با ایشون حدوداً 50 دقیقه نزدیک 60 دقیقه صحبت کردم،
به من گفت خانم دکتر اینقدر حالم خوبه الان برای اینکه نمیخوام خودکشی کنم، دلم میخواد الان بلندشم بشکم بزنم و برقصم. این خیلی مهمه که اون مودی که اون داره تو اون حالتی که گریه میکنه و میگه من به این دلیل، وقتی که من باش صحبت کردم دلایلش رو بر من گفت و من باش روش و تکنیک رو یاد دادم، اصلا از این رو به اون رو شد. این مهمه، این برای من من الان بقیه حرفامو به شما میزنم برای این 20 دقیقه، ولی نمیدونستم که الان میشه این سوالا رو کرد، یعنی چیزای دیگه که دارم. حالا بعدم باهاتون تماس میگیرم. نه 20 دقیقه به تلفن من میتونین زنگ بزنین، اون تلفن هم مال آفیس، یعنی به همه جا وصل میشه، یعنی هم دستی هم آفیس، همه جا من میتونم به شما اکسس و دسترسی. یعنی 20 دقیقه رو آفیستون بزنین میشه صحبت کرد. بله بله 20 دقیقه من مشاور رایگان دارین، حتما این کارو بکنید. خانم دکتر خیلی ازتون ممنونم. قربون شما. این برنامه‌تون کی دوباره پخش؟ این پخشش توی لس آنجلس 6 بعد از ظهر روز یک شنبه هست که مثلا به وقت نیویورک و جاهای دیگه مثلا میشه 9 شبشون، به بعضی از ایالت 8 شبشون، ولی در لس آنجلس 6 بعد از ظهر برنامه من دوباره پخش میشه که میتونیم، و در ایران فکر میکنم فردا 1:30 بعد از ظهر پخش میشه، حالا اگه درست گفته باشم. کسایی که روی خط هستن باقی بمونن، یا آگهی میرن آقای اندرو میرن و دوباره همطور پای تلویزیون باشین، در خدمتون هستم. با درودی مجدد به شما عزیزان، من با یک آقای پشت خط هستم که گفتم نگه دارم ما روی خط بیاریمشون. درود بر شما، بفرمایید. سلام کنم دکتر. سلام علیکم، اوقاتتون بخیر باشه. خیلی لطف داریم. اولا مفتخرم که با شما صحبت میکنم. خیلی متشکرم. دوباره نشست شما، یه سوال اعتقادی و فلسفی داشتم. چرا آدما هر چی به خدا نزدیکتر میشن متاسفانه از انسان و انسانیت دورتر میشن؟ مثالش هم میتونم بگم، بر فرض همین داعش یا همون تو کشور خودمون که من از ایران تماس میگیرم، متاسفانه شیعه و سنی یا حتی بهایی متاسفانه بر علیه همدیگه بیشتر کار میکنن تا اینکه به اصطلاح باورای همدیگه احترام بذارن. خواهش میکنم ببینین، اصلا ربطی به خدا نداریم ما اینجا، چرا خدا رو این وسط؟ این اصلا فکر میکنین کسی که داعشی اصلا خدا رو میشناسن؟ یا کسی که میره بر علیه یکی دیگه به خاطر اعتقاداتش، به خاطر اینکه دینش متفاوته، با اون شروع میکنه دشمنی و عناد ورزیدن؟ آیا این دلیل اینه که او خدا رو میشناسه؟ نه، من چون خودم با خدا رابطه بسیار تنگاتنگی دارم، میبینم که غیر از این که بخوام فقط به همه انسان ها محبت کنم، بخوام یه جوری مرهم دلشون باشم، هیچ آزاری و گزندی از طریق من به کسی وارد نشه، حتی کلامی، حتی نگاهی، حتی ببینید ما به عنوان آدمی که خدا شناسه اگر یک نگاه تحقیر آمیز به کسی بکنیم، یعنی یک نگاهی که من بالا هم تو پایینی و اون حقارت رو به اون آدم ترانسفر بکنیم، منتقل بکنیم، ما خودشناس نیستیم. ببینید خداشناسی رو شما به چی میگین؟ به اینکه من فقط بگم من خدا رو میشناسم، این دین رو دارم. خب چجوری ما خدا رو داریم پرستش میکنیم؟ با دستوراتش یا با دستورات ذهنی خودمون؟ من این چون با اعتقادات من متفاوته، هم ما از هیچ کس نه بالاتریم نه پایینتریم نه برتریم نه بالاتریم. هر وقت اون جایگاه رو ببینیم، همه انسان ها رو آنطور که هستند. ببینید اینو یادتون باشه، همه کسی که دارین گوش میدین، آدم ها رو آنطور که هستند ما بپذیریم، نه آنطور که من میخوام. من میخوام این با من مهربانانه رفتار کنه، به من لبخند بزنه، به من هدیه بده، چون نمیده من ناراحتم. میخوام اون کار خودم انجام میدم. ببین آن کاری که دوست دارم کسی دیگری برای من بکنه، اول من بایستی شروع کنم، به قول معروف استارتشو بزنم، و بعد میتونیم ریسپاندارو ببینیم. این قانون ارتباط، اینا کلید مهمیه که من بپذیرم شما رو با هر دین و عقیده و نمیدونم مذهب و مسلکی که دارین.
و اینکه شما رو بخوام به خاطر اینکه به مثلا فلان دین باور دارین شما رو نفی بکنم، دیگه ما اون رابطه انسانیمون به هم میخوره. همه انسان ها چه از نظر رنگ، چه از نظر نژاد، از نظر قسمت چیز جغرافی، محدودی جغرافیایی و حالا ادیانی که دارن، فقط اون انسانه. اگه باور کنیم که اون هم مثل ما انسان آفریده شده، حالا اگه قبول داریم که حالا میگیم روح خدا در ما دمیده و ما میتونیم تمام اون صفاتی رو که خداوند از ما خواسته همه رو با میل و با جون دل انجام بدیم. چه چیزهایی رو خواسته؟ غیبت نکنین، قضاوت نکنین، مردم آزاری نکنین، مال مردم نخورین، این آزار رو نرسونین، حتی به همسایت مهربان باش، چون همسایه تو همسایت ممکنه یه موقع به کمکش نیاز بغل دستته ولی فرزندانت یا اقوام دورترن. پس حتی این یعنی تمام دستوراتی که برای همه ادیان من فکر میکنم داده شده ایناست. حالا من بیام واسه خودم تفسیر کنم این چون دینش مخالف منه، این سنی من شیعم، اون نمیدونم بهایی من مسلمانم، اصلا اینا یعنی چی؟ اون انسانه. چطور خودمون باور نمی کنیم اونم یک انسانی عین ما با گوشت و پوست و روح و استخوان و تمام اون چیزایی که ما آفریده شدیم اونم هست؟ ما بیایم اونا رو رد کنیم اونا و اینا چیزای وحشیگریه. یعنی من ممکنه منتالی پرابلم داشته باشم که برم جز یه گروهی بشم که بتونم آدم بکشم، مگر میشه؟ اگر ما با مهر و محبت و عشق و دوستی و مودت بزرگ شده باشیم نمیتونیم یک انگشتی تلنگری به کسی بزنیم و آزاری به کسی برسونیم. اما متاسفانه همه انسان ها فکر میکنم من درستم، تو باید به میل من رفتار کنی، اینی که من باور دارم تو هم باور کنی، و به زور بخوایم به آدم ها حرف خودمونو چیکار کنیم؟ ثابت کنیم. زن و شوهر رو واسه چی اینقدر اختلاف و اشکال دارن؟ به دلیل اینکه مرد میگه که اونی که تو ذهنش، اونی که من میخوام تو باید بشه و بهش فیدبک میده، تو اینجوری اون کاری کردی، اون برنامه رو اجرا کردی فلان، یعنی چی؟ یعنی به میل من رفتار کن، مهربون باش، نازنین باش، بگو، بخند، لبخند بزن، هر کاری من کردم بگو اوکی. خانم هم همینه با آقا، تو ذهنش اینه که آنطور که من میخوام اگه رفتار کردی برای من عزیزی. خب یعنی چی؟ یعنی یه آدم رو شما بشکن، ما دلغک نیستیم که به میل تو برقصیم، به میل تو گریه کنیم، به میل تو بخندیم. هر کس برای خودش یک ایگو و منیتی داره. اگر من میخوام شما با من مهربان باشین و به من احترام بذارین، اون کار خودم میکنم، اول من باید انجام بدم. هر وقت منتظر باشین حتی عشق و محبت رو یکی دیگه بیاد به شما ارائه بکنه و اونو هی بهتون در حقیقت ابراز کنه، ممکنه یه عمر باید منتظر باشین. اما اگر کسی رو دوست دارین بهش بگین، اشکال نداره شما بگین اول. نه آخه من خانومم، مثلا اگر یه چیز تو دلم هست اگر بگم ایگوی من اجازه نمیده، یعنی من نباید بگم، اون باید بگه. اینا یعنی چی؟ یعنی اینقدر ما محدودیت برای خودمون قائل میشیم که اون حرفی که باید بزنیم و اون چیزی که در دلمون هستش میخوایم. اگر مهربانی میخوایم، من مهربانی میکنم. اگر دست و دلبازی میخوام، هدیه دوست دارم، خودم هدیه میبرم، نه اینکه حالا منتظر باشم اونم بیاره. دوست داری انجام بده، نه اینکه ما تمام مدت خواهان باشیم بگیم یکی دیگه باید برای ما این کارا رو بکنه. اینه که پس باورهای ما هستش که دنیای ما رو میسازه. ما باورمون پس برای چیه؟ من 15 ساله تو تمام تلویزیون دارم میگم باورتون زندگیتون رو میسازه، تفکرتون منش و کاراکتر و شخصیت شما رو میسازه. تفکر تبدیل میشه به چی؟ به رفتار. رفتار تبدیل میشه به کلام. کلام تبدیل میشه به اون عادتهایی که ما
با خودمون هر روز تکرارش میکنیم و این عادت ها آروم آروم میشه منش و کاراکتر ما. بعد این منش و کاراکتر ما دستینیشن، سرنوشت منو میسازه. حالا ما یادمون باشه بیایم اصلاح کنیم، ترمیم هیچ وقت دیر نیست. همه ما میتونیم رفتارهامونو، افکارمونو، عقایدمونو کنترل کنیم و با همه انسان ها مهربان باشیم. این مهمترین مسئله است. توی خود همین امریکا اصولا مثلا مخصوصا در نیویورک که خب من مسافرت داشتم اونجا بودم، گفتم مثلا به اینایی که رنگین پوست هستن مثلا خیلی خیره نشین، نگاه نکنین، اینا حساسیت دارن، ناراحت میشن. توی همین لس آنجلس اگر مثلا یه خانم یا آقای اینطوری بیاد جلوی من، چه من لبخند میزنم، هلو هم بهش میگم، حالا داره با کنارم رد میشه. میاد توی یه فروشگاه خیره شدن و اینا، اونا حساسن. حالا اینا رو ما باید یه سری یاد بگیریم که اینا چه جوری به یه چیزایی به قول معروف دوگمشون فشار داده میشه. حالا چرا نسل در نسل مورد ظلم مثلا گروه های دیگه بودن، گروه سفید پوست بودن، یا مثلا مورد تحقیرشون قرار گرفتن، تمام اینا توی اینا بیلداپ میشه، نسل در نسل نگه میدارن، ناخودآگاه اون حقارت رو احساس میکنن. حقارت رو به آدم ها ندیم. هیچ کس از من پستر نیست، هیچ کس از من بالاتر نیست، هیچ کس از من مهمتر و بهتر نیست و من هم از هیچ کس مهمتر و بهتر نیستم. ما به درجه انسانیتمون، به درجه محبت و صفای درونیمون هستش که میتونیم برتر نمیشیم ولی راضی تر میشیم. وقتی که به همه با قضاوت نگاه نمی کنی، همه رو از زیر ذره بین او این بوده، گذشتش رو من میدونم. توی همین لس آنجلس همه تاریخچه های آدم ها رو میدونم و میخوان بیان آدم ها رو خراب کنن. اینه اون اونجوری کرده، اون قبلش اینطوری، و اینا چیزایی هستش که واقعا چه لذتی میبرین که آدم ها رو خراب بکنین. غیر از اینکه حقارت های خودتون رو دارین نشون میدین، هیچ جوری هم راضی نخواهید شد. چون میگه قانونشه، چاله که کندی برای کسی، چاه برات کنده میشه. یعنی من اکشن ریاکشن، توپو محکم بزنم، محکم به طرفم برم. قانون فیزیکیه، اصلیه که قانون خود فیزیک میگه هر عملی را عکس العملی است مساوی و مختلف و جهت. یعنی توپو که در این جهت پرتاب میکنی، این همون تو همون جهت میاد. حالا با ضرب پرتاب کنی، با همون ضربت برمیگرده. من آرومتر پرتاب کنی، آرومتر برمیگرده. پس یادمون باشه اون چیزی که پرت میکنیم برای آدم ها و قضاوت میکنیم، این همون برمیگرده به ما، و مواظب باشیم هر بلایی که سر. چرا خدا این کار رو اصلا خود به خدا ربطی نداره، به عمل خودت، به اندیشت، به افکارت، به درونت، به دلت، به اون ایده هایی که خودت داری برمیگرده. هر چقدر مهربانانه و واگذشت و کمک کننده باشی، بخشنده، حتی خطای آدم ها رو ببخشی، میتونی انسان با ارزش و والاتری باشی. به هر حال من خط بعدی رو میگیرم، اگر ایشالا که شما به هر حال در این مورد تونستم شد توضیح هم قانعی خواهش میکنم. خدا نگه، درود بر شما، بفرمایی. خانم دکتر، من یک روبه که پای خطم. خواهش میکنم، بفرمایی، ببخشید. اولا خوشحالم که چهره و سخنان نازنین و پرمحتوای شما رو مجدداً میبینم و میشنوم. خواهش میکنم. در جواب این آقای محترم که شما البته بسیار بسیار متین و عمیق پاسخیشون رو دادید، ولی یه نکته ای هم هست که من باید عرض کنم. مسئله خداشناسی یا این اشخاصی مثل داعش یا بعضی از ملایان و بعضی از کشیش ها و بعضی از این به ظاهر خدا پرست ها، دو علت، دو تیپ و دو گروه هستن و دو علت داره. یا دروغ میگن، خدا رو نمیشناسن به خاطر منافع مالی و امرار معاش و گذر زندگی خداشناسی رو مطرح میکنن، یا به اشتباه و غلط تصور میکنن. این آقای محترم اگر حقیقتا علاقمنده
با این مسائل آشنا بشه بهتره. در درجه اول قرآن کریم رو به فارسی دقیقاً و با فکر باز مطالعه کنن یا دیوان حافظ رو به خوبی بخونن. متوجه میشن که زاهدان سالوس منش و ریایی کیا هستن. ایشون فکر نکنن خداشناسی بزرگترین و بالاترین مرتبه اخلاقی برای یک انسانه. انسانی که حقیقتاً خدا رو میشناسه از همه چیز خودش رو بی‌نیاز میکنه تا کمر به خدمت همنوع ببنده. نمونش همین شما هستین، از سخنانتون، از حرفاتون، از کاراتون. یه پزشک هستین، باید پول بسازین، ولی میگین من کمک میکنم بدون اینکه چشمی به دست شما دوخته باشم. این نمایانگر خداشناسیه، این یکی از نمونه های خداشناسیه. شما سر نمی برین مثل داعش یا مثل بعضی از ملایان و کشیش ها به مردم دروغ نمیگین و مردم رو فریب نمیدین، از حقیقت سخن میگین، چون بدون ریا به خدا اعتقاد دارین. خواستم اینو عرض کنم. خیلی لطف کردین، واقعا ممنونم. بسیار شما انسان فرهیخته و بسیار قشنگ موضوع رو بررسی کردین و متشکرم از تماس شما. و یه تلفن دیگه داریم دیگه، آخر خط. ممنون، خدا نگهدار. بفرمایید. الو، ها شما. ممنونم، خیلی خوشحالم دوباره با شما صحبت کردن میکنم و من چند تا سوال از شما پرسیدم. میخواستم از شما خیلی تشکر بکنم از شما. خیلی لطف داریم، ممنونم، خدا نگهدارتون. خواهش میکنم، بسیار متشکرم. خیلی متشکر از آقای قبلی که به هر حال اون تفسیر کردن. به هر حال ببینیم، من اصلا رنگ و ریای سیاسی و یا صحبت های این مدلی رو اصلا نمیتونم بیام روش بررسی کنم. آن چیزی که دارم میگم در صدد این باشیم که من چجوری میتونم خودم رو رشد بدم، چطوری میتونم احساس رضایت کنم، چطوری میتونم با اطرافیانم در صلح و دوستی قرار بگیرم و اون رضایت درونی که بعد اون منجر میشه به استرس و افسردگی و نمیدونم هزار تا مسئله دیگه ای که میتونه باعث عذاب من بشه. اما بعد یاد بگیریم اول از همه خودم رو دوست داشته باشم، برای خودم احترام قائل باشم. خود دوست داشتن خودخواهی نیست. خود دوست داشتن موقعی که به جسمت ضرر و زیان نمیرسونی، برای خودتون اهمیت و ارزش رو قائلی. هر وقت که من برای خودم ارزش قائل باشم، میتونم برای دیگران همون ارزش ها رو قائل باشم. وگرنه چون از خودم متنفرم، از آدم های دیگه متنفر میشم. نگاه کنین ببینیم، وقتی که من توی تراپی با کسی که میان برای تراپی صحبت میکنم، مثلا میبینم میگم خودتو دوست داری؟ میبینم نه. خودش میگه نه، آخه از اینجام راضی نیستم، اون از اون راضی نیستم. میبینم خودشو دوست نداره، ولی در حقیقت اونجا هم چینه و حقارتی که توی وجودشه میخواد به دیگران نسبت بده. و اشکال همه ایرونی ها، حالا من روی آمریکایی کاری ندارم یا ملیت های دیگه که خب این ایشو رو نداشتن، ندیدم ازشون، اما ایرونی هر کی میخواد با من صحبت کنه یا میاد، اول میگه آخه ببینین اون اینطوریه، یعنی نمیاد به که من چطوری میتونم خودم رو تغییر بدم، چطوری میتونم رضایت درونی پیدا کنم، چطوری میتونم رشد بکنم، چطوری میتونم به خواسته هام برسم، چطوری میتونم رابطه دلپذیری با شوهرم، با همسرم، با زنم داشته باشم، چطوری میتونم با فرزندانم با مهر و محبت و دوستی و در ضمن با هدایت درست ارتباط داشته باشم. تمام مدت میاین و از یکی دیگه دارین شکایت میکنین. هر وقت که من میام و یکی دیگر رو میخوام مقصر بدونم، مقصر اشکالات خودم، اون باعث شد که من این حالت برام به وجود بیاد،
اون باعث شد که من اینطوری یه عمر خانوم یا آقای زندگی میکنه 20 سال 25 سال 30 سال بعد آخر سر میگه اون باعث شد الان من دیپریشن دارم، الان حالم بده، منتظر بودم بچه‌هام به یه سنی برسن، حالا دیگه خب خودم رها کنم. بعدم که فکر میکنه اوه بعد از این همه مدت بچه‌هام که رفتن حالا باز بیاد بره تنها بمونه، میخواد باز همون زندگی تو همون شرایط با همون آدمی که میگه حالا برام اشکال داشته اینقدر پدر منو در آورد بخواد زندگی کنه. ببینه همون آدم میتونه در نطفه اون ارتباطات خفه بشه. چرا؟ راهکارهای مهم رو باید یاد بگیریم، با آدمها چطوری برخورد بکنیم، چجوری رفتارهای اونا رو کنترل کنیم، یا رفتارهای خودمون. ما رو کنترل رفتار کسی دیگر رو نداریم، ولی با کنترل رفتار خودمون اونا هم یاد میگیرن رفتارهای خودشون رو کنترل کنن. این بحثی که من در مورد والدین، انواع مختلف والدین که واقعا یک ریسرچ خیلی مهمی انجام شده بود، حال من والدین مستبد رو گفتم ولی شروعش بود تموم نشد، انشالله با امید خدا هفته دیگه من در مورد اینا یه مقدار صحبت میکنم، موضوع رو باز میکنیم. و در ضمن در مورد این کتابی که من نوشتم، رمز موفقیت و ذهن خلاق، یه کتابیه برای همه نسل ها و میتونن توی وبسایت من برین و به هر حال برنامه های منو میتونین توی یوتیوب نگاه بکنین بزنین، و من توی اینستاگرام یه آرتیکل هایی میذارم یا توی فیسبوک یه چیزایی رو میذارم، یه نکاتی رو به هر حال بیان میکنم. توی تلگرام میتونین به اون کانال روانشناسی نوین یا نیو سایکالوجی که کانال من هستش مراجعه کنید. به هر حال همه جور تو رابطه با شما هستم و خوشحالم که دیگه حالا اگر وقتی میذارم یا دیگه حتی بهتون پاسخ میدم. شما هم خیلی واقعا سپاسگزاری میکنید. باز هم از همتون قدردانی میکنم، همتون دوست دارم و تا درودی دیگر، و همچنین از آقای مهندس اندرو که در کارشناس فنی استودیو هستن ازشون تشکر میکنم، و تا درودی دیگر همتونو خداوند بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون، همتون برای من عزیزین و دوستتون دارم. خدا نگهدارتون. قانون طراحی زندگی و معجزه ذهن. دکتر پروین نظامی، فوق دکترا در روانشناسی بالینی، تقدیم می‌کند. نویسنده و منتشر کننده کتاب‌های رمز موفقیت و ذهن خلاق و جادوی باور. دکتر پروین نظامی، عضو انجمن روانشناسان آمریکا APA و عضو انجمن روانشناسان ایرانی آمریکا IPAA با سالها تجربه. دکتر پروین نظامی پذیرای تلفنی و اسکای می باشد. تلفن تماس 310-402-4946 310-402-4946. دکتر آتوسا نیکاین ارتودونتیست با بیش از 15 سال تجربه و استادیار با سابقه دانشگاه UCLA، متخصص ردیف کردن و زیبایی دندانها، درمان نوهنجاری‌های فک و صورت، اینویزیلاین در کودکان و بزرگسالان سنین 7 تا 75 سال، دارای درجه تخصصی ارتودونسی از دانشگاه کلمبیا در نیویورک، استادیار دانشگاه UCLA بخش ارتودونسی، عضو انجمن ارتودونتیست‌های آمریکا و کانادا، عضو انجمن دندانپزشکان آمریکا و کالیفرنیا، قبول اکثر بیمه‌های درمانی، وام دندانپزشکی، پرداخت مایانه بدون بهره. تلفن تماس 310-444-11-13 310-444-11-13 دکتر آتوسا نیکاین ارتودونتیست.